مثلا از کنه تیم ملی مربی کشتی ما میگن دیگه بزن آقا بریم نریم نریم آقا نارنجک گوجه ای نارنجک گوجه ای باشد من نیستم نتره که میتا این بازی تو سپاهان بازی سپاهان بود همینا بود یه 5 دقیقه سعید فتحی تعطیل من خودم الان زنگ میزنم خودم زنگ میزنم الان به آتش نشانی 105 چنده شماره بس الو سلام آتش نشانی سلام چه خوبی؟ نه این یادم هم چجوری میکنم آره لطفا یه واحد میفرستیم برای اطفا الو نفرستیم کنسل رو بزن نه دیگه اطفا رو کنسل کن قربان قربان خدافز باشه بریم سلام خیلی خوش آمدید به ویدیو چک اولین ویدیو چک بعد از ویدیو چک ویژه نوروز بله بله خیلی سال پربارشی داریم ولی به هر حال صرفه‌جویی کردی برف دیگه نه واقعا خیلی ممنون و اما دوستان عزیز برف اومده بود راستی تو گزارش همون برف اومده بود وضعیه‌ها گوجه داریم از نارمک خریدم ارزون عالی برای شما هم خوبه بیا ویتامین سه بیا برای تهر مستاد اینقدر خوبه بیا آه زدم تو سو... ببخشید 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 برای چش خیلی بده تو باید هویج بخوری الان چشت در اومد خیلی خوب و اما 3922 برگشتم دیگه از این به بعد نظر سنجیمون رو اینجا شرکت کنید سوالمونم که براتون میخونم هیچ چیزی هم اینجا بی‌معنی نیست همه چیز در ویدیو چک مفهوم داره نقاشی ها رو من کشیدم این گوجه است دربارش حرف میزنم براتون این گوشه گوش آدمه این هم چنگ نبات نوشیدنی ایرانی خب و اما سوال هضم کدوم سخت‌تره یک شکایت کیروش از ما شکایت کرد رفت اونجا از ما شکایت کرد پول ما رو ندادن شکایت کرد از نمکدون شکستی دو خوندن امیرحسین صادقی آهنگ داده قشنگ بود بله صداش قشنگ سه تعویض لباسه منصوریان که تو بازی چیز رو با هم با کی بود با سپاهان بود هی تیپ عوض میکرد هی تیپ عوض میکرد یه بار با کوچ هر بار و چهار حمله کامنتی به کایل واکر که یه ناراحتی پیش اومده بود چیزی گفته بود به جام بخش و بچه هم رفته بودن اونجا براش و اما 1 2 3 4 30922 1 2 3 4 رو بفرستید به این بهتری؟ کدوم قره قاره هست داره خوندن امیرحسین صادقی من نمیدونم این همه خواننده داریم چرا باید امیرحسین صادقی بخونه شکایت کیروش از ما نه آقا شما اومدم چجوری اینجوری هضمش کنه آقا چرا رفته این شکایت کرد از ما همه چی قابل هضم جز این گرونی واقعا اصلا کاریش نمیشه کرد حمله کامنتی که به کایل واکر داشتم به نظرم اصلا غیر قابل هضمه این لباس عوض کردن آمنزوران خیلی غیر قابل هضمه فشن شو فوتبال آقا این فوتبالیست لطفاً نخونید خوندن شما رو هیچ جوره نمیشه از میکرد شکایت آقای کیروش این حیبش خوبی کردیم آخر سرم از همون شکایت کرد آقای علیرضا منصوریان به عنوان مربی زباهان در دربی اصفهان سنگ تمام گذاشت و سه تا تیپ عوض کرد اول این بوده بعد اینجوری شد بعد یه آخرش هم اینجوری شد میبینید که چقدر زحمت کشیده یه امتیازم کسب کرد یعنی شب ببین بازی مرگ و زندگی بوده براش همینجوری راه میرفته تو اتاق میگفته وای وای فردا من چی بپوشم الان در کمدو وا کرد قشنگترین کاپشنش رو تنش کرد تاج بنده خدا هم که این همه نصیحت کرد مربی ها رو بابا به مسائل فنی برسید بعد رفت جلو آینه وقتی تنش کرد نگاه کرد تو آینه گفت چه فاخر چه فاخر چه فاخر شدم آقا درباره فاخر دارم فاخر یعنی بشینی مثل آدم فقط تایید با تکانهای سر
چه فاخر شده ام امروز. همم تایید کردن ولی موقع کوچ کردن استرس و نگرانی برش مستولی و چیره گشت. بین دو نیمه که رفتن گفتن منظورم باید جامونو عوض کنیم، فکر کرده جای تماشاچی هم عوض میشه، اینا میرن یه گروه دیگه میان. گفته که علی منصور با یه لباس جلو تو با یه لباس جلو یه جمع تو دو تا مجلس امکان نداره. لباس سومش چی پس؟ آه سه تا پوشیده بود قشنگ گفت. اون لباس سوم برای عزیزانی که از این لحظه به جمع ما اضافه شدن. آقای پوریا فیاضی میبینید که مدل جدید ریششه، اینجا نداره اینطور داره، مثل این قاضی های بریتانیا بود تو شلوک هولمز. دکتر واتسونی من خواهش میکنم دوستانی که معروف هم میخوان ریش بزنن اوسط شروع نکنه، چون وسطش ظاهرا برق میره یهو بغلاش میمونه، ما فکر کنیم مدله و تأثیر پذیریمون زیاده، فردا همه مثل هیئت جوری هم تو خیابون. و چیه این نیستی اینجا تو نداری این برشو داری؟ من فکر نمیکنم درست باشه. بله چیه؟ قبلا فوت میکردن الان زنبوری زنگ زدی هاج زنبور اصلی نکنه. آخه نه این روزا همه زنگ میزنن. آخ آفرین، اولین قدم در زز نکن دیگه، اولین قدم در اصلاح آدمی پذیرش اشکاله، در مقام پذیرش الان میگه من مضرم برای جامعه، درسته؟ نه مضر خالی؟ ها ریش تراشی؟ از اینا؟ از اینا چی؟ خواهد تا آقا موزره بعد الان زز میکرد. خیلی خوب، خوب شد اتفاقا. چی میگی؟ میگه من تکذیب میکنم، من سال هاست که دارم ریش همه رو میزنم، کسی به من اعتراض نشته. آقا پوریا فیاضی من میگم اینجا که تا زدی اینجا که میگه من اصلا نبودم اونجا. چرا نرفتی تو ماشینی باید اونجا باشی؟ میگه خونهشون تو طرح ماشین نمیتونه بره اونجا. مرز میام دندهات خورد میکنم. اما آخرش هم گفت خاموش کرد. روغن کاری کنید موزراتون. بفرما آقای فیاضی بفرما. اینجوری دیش نذارید اجسام بیجان هم زنگ میزنن ایسکای ما رو میگیرن. اپسا جدول بندی کردی ریشت قبول باشه. میگم خود قسمتت نشد با ما جیبه بیای، بعد نشد با آج آقا یه میدین مین تو رگ زدی. الحمدلله صلاح بر این بوده، اصلاحات کرده. اصلا خوبه بدم نیست. آفرین، همراه با مردم همگام با مسئولی. یه مربی کشتی در آذربایجان غربی در یک حرکت خودسرانه و وحشتناک یا حتی وحشیانه و خودسرناک گوش های بچه های مردم شکونده تو هیئت کشتی، بعدش هم گفته بیا اینجا لیدوکاین یا کدوئین لیدوکاین دندون اینو زده تو گوش بچه که این الان درد نکشه. گوش بچه سیاه شده، خوش شده و افتاده این قرچ گوش بچه رو شکوندن. الان مادام الام محرومش کردن. چه حرکتیه؟ گوش که دیگه بر نمیگرد. البته ببین نگاه ما نباید به این مربی اینجوری باشه که این آدم سنگ دلیه، این خواسته خوبی کنه، حالا دوستی حال خرسه کرده، خواسته اینا برای شرایط مسابقه آماده بشن، چون یه کشتیگیر باید گوشش شکسته باشه تأثیرش بیشتره، هر کسی باید قیافش به کاری که میخوره به کاری که میکنه بخوره. مثلا کریم باقری نمیشه که مثلا پیانو بزنه، یا مثلا شما فکر کن استاد اسدی بدمینتون دستش باشه، نمیشه. خواسته قیافه هاشون بخوره یه خورده. من از همینجا حمایت میکنم از این مربی، حرکت جالبی بوده، قصدش خوب بوده دیگه. در هر صورت مربیان بسکتبال عزیزم، شما وقتی که بچهای مردم برای بسکتبال کاری نداره، خواست قدشون بلند بشه دو تا جیب احتیاج داریم، چهار تا سیم بوکسر. دستای بچه‌ها رو با یکی از این سیم بوکسرا که به اون یکی گره می‌زنی قشنگ گره ملوانی به سپر، پاهاش هم به یه سپر بچه رو می‌کشی، گفت تق کافیه، سنت فوروارد شما آماده است. جیپا رو هم دیدن عقب باید برن دیگه، بچه قشنگ وا میشه. اگه هم دیگه زیاد دیدی واشود برگردید، همون رو می‌ذاری یک کلاج آروم ول می‌کنی، بچه برمیگرده. اینقدر برگرده اگه مثلا برای گارد رسم می‌خواد یه نقلی برای شما آورده بشه.
نسونستی ازش استایه خیلی کوتاه شد یا خیلی بلند شد اصل جدید بفرستش بگو مثلا این بچه الان کشیده شده ترین بچه دنیاست کنیم رکورد رو بزنیم ملی پوشان حتما حتما سه تا علامت سفید میگیری اونم میگه من هم همینطور اونم سفید با عشق سفید هضم کدوم سخت تره؟ یک شکایت کیروش دو خوندن امیرحسین صادقی سه تعویض لباسهای منصوریان وسط بازی چهار حمله کامنتی به کایل واکر 30922 شماره ماست عدد گزینه مورد نظر بفرستین ببینیم چند نفری آقای محمد سیانکی گزارشگر فوتبال داشته پیکان پرسپولیس رو گزارش میکرده و اوایل بازی یادش بیاد ماشینش بدجاست به پلیس میگه که حواست باشه البته بیرون ورزشگاه متأسفانه بی‌نظمی عجیبی بود که من مجبور شدم یه جوری اصلا ماشین رو وسط خیابون رها کنم حالا اگر مأمور رانمایندگی هم زحمت میکشن ماشین رو میبرن ورشک این علتش بود که ما برسیم به هر شکل به گزارش این مسابقه بله با پلیس که حرف زده و اصلا اینجوری باید گزارش کنی آقا بله توپ در دست بازیکنان اینور حرکت میکنه سانت از سمت راست ایشالا که ما رو میبینید در نونوایه های خودتون اگه تو محل ما هم نونوایه میبینه یه دوتا سنگک دور خاشخاش هش هش دروب من میرسم میگیرم بله الان توپ رو برمیگردونم چه فرصتی بود یادم افتاد به پسرخاله عزیزم فرصت که 1800 به من بده کار نمیاد بده اون موقع که من به تو دادم 1800 دلار 4 تومانی بود الان گج و پلاستیک کم نمیشه توپ در میانه های میدان و برمیگردم فرصت بره به بازیکنای عزیز اگر که در خانه خودمون صدای منو میشنوین چای بذارین من میام دقیقه 70 قوریو بذار بله فرصت بره اونور حالا از اونور حمله میکنم میان اینور و ماشینو که جابجا کرده آقای پلیس اگر هنوز صدای منو میشنوی قشنگ یعنی ببین پلیس هم که میدونی تو چیز نشسته تو ماشین نشسته همش فقط داره تلویزیون نگاه میکنه پلیس کاری نه پلیس دقیقا داره فوتبال نگاه میکنه قشنگ میگه اوه با من بود از مرکز تمایل هیچ ماشینی رو جریان نکنید شما نمیدونید شاید حالا آقای سیانکی باشه چون نگفتم ماشینش چیه لطفا هیچ ماشینی جریان نکنید داور خطا اعلام میکنه یه نگاه دفعه دیگه تکرار بشه کارت بد میدم خاصی در نگاه آقای سیدعلی بود جان نگاه دفعه دیگه تکرار بشه کارت بد میدم خاصی در نگاه آقای سیدعلی بود جان برنامه ویدیو چک رو در این هفته تقدیم میکنیم با آقای کارلوس کیروش ما نمیخوایم هی هر هفته درباره کیروش حرف بزنیم ولی خب ببین چی کار میکنه رفته شکایت کرده از ما از فوتبال ما شکایت کرد نمک خورده نمک نوش شکاندی درسته این کم پاداش دادیم بهت خونه پنت‌هاوس بد بود تا میگفتی پول میخوام آقای داورزنی نمیپرید پشت موتور با چیز یکی سامسونت پول دلار بی زبون پول خوش نمیدید آقا پول دادن اصلا آقای تاج گفته که آقا ما دادیم به اف سی اس ام اس برداشتش هم اومده نمیشه بره از اون ور بگیره خودت هم یه حرکتی بزن دیگه میخوای چی میخوای بخریم برات بیاریم اصلا آقا کم رسید دندون پزشکیشو پولش دادن پول وای فای اون بانکه چی این همه شما اینجا کار کردی از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم آقای کیروش خوبه من یه خود ادبیات حالی میبگه نه شما که کلا آقای تاج بذارید من زبون گویای آقای تاج بشم اون زمان که آقای تاج نگاه میکنه چه شکلی میگه دلم را شکاندی برو حالش را ببر همین رو نوشتی با من نماندی برو با حالش را ببر آی کیروش گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه گفته بودی
عاشقم هستی ولی انگار نه. آیه کرو شما که برمیگردی ایران بیشتر از ایران که بیشتر به خوش نمیگذره، پس پلا پشترتو خراب نکن. آیه کرو دست درد نکنه، گذر پوست به دباخونه میفته، حالا میری از ما شکایت میکنی؟ شکایت کرده سر چی؟ پول ندادم به خداوکیلی ببینم برات کیروش کم پول گرفتی. چی بگیم دیگه، دستمون درد نکنه با این مربی حمایت کردنامون حواشو داشتنامون. آقای کیروش وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم. کلینا رو آورده بودم برای دربی، جلوش چای نبات گذاشتم. این حرکت فرهنگیه، نوشیدنی ایرانی. ببین درمان همه دردها. چقدرم دوست داشته، بعد گفته بود که من قرمه سبزی ایرانم حتی شنیدم. چهار روز میمون اینجا من بهت میگفتم یه چیزایی میدادم از غذاهای ایرانی بزنی روشن شی. باورت نمیشه ما الان تو بسته‌بندی ضعیفیم دیگه، وگرنه این نبات جاش اینجاست الان، که فقط باید طرف بیاد اینجا تا یه نباتی بخوره بفهمه چیه. ما الان باید در نوردیده باشیم. چیه این نوشابه ها استخونتون رو پوک میکنه؟ الان باید تو همبرگری های فروشی های سراسر دنیا، اونا که خیلی مهمن، کنار همبرگر با آدم چای نبات بدن بشوره ببره. همین کلینا اگه 20 سال پیش بده الان 20 سال پیش با چای نبات آشنا شده بود الان گیسش رو دو مست بیبرست. الان ببین وضعش چیه. نخواهی اصلا مامانه ما همه چیز رو با چای نبات درست کرد، سرطان هم حتی من دیدم درست کرد. یکی از بچه ها پاش قطع شده بود چای نبات بهش دادن در اومد، در اومد جوونه زد دوستا انگشت نبود بغلش زیادی در اومد. نورا دیده چی دیم؟ بسته بندی. ما تو بسته بندی زدیم، همه تو همه بسته بندی ها ما ضعیفی. ما باور کن یک آب جوش لبریز لبسوز لبچسب لبدوز دیشلمه برای بفهمت کنم خواهش میکنم. یک چاییه لبریز لبسوز دیشلمه برای جناب رئیس. امیرحسین صادقی بازیکن سابق استقلال و تیم ملی بعد از اینکه از فوتبال خروج کرد به نتورک ورود کرد، امسال اول آهنگش هم داد. بیت خونده با آقای حسام. البته از من اگه بخوای بپرسی دقیقه شد، قبلنا آقای حسام یه بار اینو بی فیت خونده بود، الان رفیق شدن با فیت خوندن با هم دیگه. بگویم این مال من و حسام هم گفته باشه این مال ما هم میگیم مال تو. اولین آهنگ، آهنگ امیرحسین صادقی. آقا بقیهش رو حسام میگه، ولی میدونستی که فوتبالیست اینجوریه که تا تهش رو نمیتونم بگم، بقیهش رو حسام میگه. گروه سرود ویدیو چک که میدونید خیلی مسئولیت بزرگی در موسیقی کشور داره، گفت از کنار این حادثه ما راحت ردشیم، به این آهنگ پرداخت. گروه سرود ویدیو چک تقدیم میکند دوباره. تنها شدم باز من بعد فوتبال، نتورک و خوندن کارمه بار سال و امسال. زیر شاخه هامو وقتی میبینم، میرم تو باقه واسه شون سیمبول میچینم. خیلی حرفه یکی فوتبالی باشه، یه گوشه همش باز کنه جیبش خالی باشه. خیلی سخته بری جام جهانی به جای بنز و بی امره همش پیکان برانی. میشه آواز بخونم، میشه آواز بخونم، توی نتورک بمونم، آخه من درست باز نشستم اما جوونم. چرا بی پول بمونم بابا؟ من نمیتونم، اصلا من نمیخونم، دقیقا نظم کدوم سخت تره؟ یک، شکایت کیروش. دو، خوندن امیرحسین صادقی. سه، تعویض لباس‌های منصوریان وسط بازی. چهار، حمله کامنتی به کایل واکر. 30922 شماره ماست. عدد گزینه مورد نظر بفرستین ببینیم چند چندیم، چند نفری. توافق تیم استقلال با الاهلی قطر برای امضای قرارداد خواهرخواندگی. چیز جدی آقا. آقای فتی گفته توسعه ارتباطات طرفین با تجربه روابط سیاسی خوب فراهم شده که چی باشگاه‌ها دیگه با هم خواهرخوانده شن، خیلی کارو با هم.
الان شما فکر کن که من الان دلم برای من باشگاه مثلا استقلالم، دلم برای آبجی الاهلی تنگ شده، میخوام بهش زنگ بزنم. خواهر خواندن دیگه، قبلا ما یه بار خواهر خوانده داشتیم، لیگمون با لیگ کالچو خواهر خوانده شد. الان ما نمیبینی یوونتوس هفته یه بازی هم اینجا میکنه. الو آبجی الاهلی سلام، خوبی؟ چه خبر؟ باز خارجیات خوبن، داخلیات خوبن؟ نیمکتت خوبه؟ چم اجابی چطوره؟ چی بگی؟ من خودتون اینجوری بودین رفتین از اونجا آوردین؟ حالا من اینو میخواستم بهت بگم. نه بابا، آقا فتحی که اصلا ما رو با اتوبوس فرستاد بود اصفهان، ما تومون خودمون رو کشته بیرونه و مردم رو، باور کن. نه بابا نه، چند ما حالا خوب دو تا ستاره قدیم داریم، شما ستاره ندارین کلن ها، خوب میتونیم حالا بی ستاره به زندگی ادامه بدیم. نمیدونم الهلال که ماشالله ماشالله اینقدر که ایران خرج کردن باورت نمیشه، از اینجا تا اینجا دست سرمربیشون ساعت هوشمند بود، باورت نمیشه. یه دونه کارت انداخته بود، نه خیلی به خودشون رسیده و اصلا بازیکنه خارجی. ایشالله که مبارکه، فوتبال آسیا پیشرفت میکنه اینجوری، ما که بخیل نیستیم. اشکال نداره آبجی الهلی قربان. آره باشه میگه کاشی ما آنترس پشت خط بود. خواهر جان خواهر، میدونی چه بلایی میاد سر الیسو؟ میدونم، برای همین دلم شده لرزون. خواهر جان خواهر، حالا میبینی الیسو بغبغی از کارش میشه پشیمون. آقای مسعود دهنمکی در تازه ترین اظهار نظر خودشون به عنوان کارشناس فوتبال گفتن چرا ما از ژاپن 3 تا خوردیم؟ چون به یمن 5 تا زدیم. کسی جدی نگرفت آقای دهنمکی و همه گفتن حرفاش بی‌پایه است، کارشناس نیست، اساس نداره، اصلا برو درباره کار خودت صحبت کن فلان بهما اینا. اما من الان میخوام در حضور شما و در مقابل دوربین های برنامه تلویزیون بهتون ثابت کنم با فرمول، با ریاضی، با چی؟ استدلال که درست میگفت. ما 5 تا زدیم 3 تا خوردیم، ای کاش 5 تا نمیزدیم. خوش آمدی. میخوام جفت با بریم تو سوال قلقم کنیم، حمله کنیم به کنکور. این صد برای تو چیزی نیست، باید با انرژی باشی، فوق العاده باشی. سوال ببین از روش من میخوام استفاده کنم، تشریحی بخوای حل کنی که هیچی، تستی اصلا ببین نگاه کن به این سوال، اصلا نمیخواد بخونی. چیکار بخونی؟ نباید اصلا بخونی، فقط نگاه کن 1 1 2 2 3 3 4 6 دهم. خودش یه فرقی داره، الان میشه چند؟ 6 دهم. حالا شما اگه میخواستی حل کنی الان پس گزینه ما شد چند؟ گزینه ما شد گزینه 4. تو دیویده های من البته همه این درس ها هست، اگه توجه کنی هم اگه این 4 تا انگوش بشه رفته تو 4مین دیویدی. خیلی خب، حالا تشریحشو بخوای حل کن. این سوال کنکور 85 ریاضی بوده، دانشگاه آزاد هم 64 همین بوده. ببین اول یه رادیکال میکشی، رادیکاله یه آکولات سینوسه، سیگمایه، حالا دیگه قسمت بوده سیگما بکشیم. خب میزنی 6 دهم بر 1 قدر مطلق 2 تا براکت میکشی اینجا تو کروشه، میزنی یه اینتر میره از زیر شروع میکنی. ولی همه این راه من بهتون گفتم در دیویدی های من، اگر که جز 500 نفر اولی باشید که جفت ها میرین تو دیویدی ببخشید تماس میگیرید 80% تخفیف هم بهتون میدن، دیویدی ها میرستن. بپرس ببین خامش چنده، دوراتونو بزنید بعد به ما زنگ بزنید، به خدا پول دوختش هم نمیشه. طبق نظریه آقای دهنمکی ما چون 5 تا به یمن زدیم 3 تا گل خوردیم، ما باید به یمن یه نصف گل میزدیم که ژاپن رو میبردیم. همه اون مایی که رفتیم سمت داور باعث شد 3 تا بخوریم، نه 5 تایی که به یمن زدیم. آقای دهنمکی حتما یه چی میدونه که میگه. اگه آقای مسعود دهنمکی روی نیمکت ما بود ما از ژاپن 3 تا نمیخوردیم. آقا اون موقعی که ما 5 تا به یمن زدیم ما یه دلشوره عجیبی گرفتیم، گفتیم پاشو میخوریم. آقا دهنمکی هم بنده خدا گفت اینم شد که 3 تا از ژاپن خوردیم. خبرهای خوب هفته.
حتی حالا یه خود بیشتر از هفته دیگه این چند وقته، یکیش کمک تعداد زیادی از ورزشکارهای بامعرفت بود به سیل زده های استانهای گلستان و لرستان و خوزستان و اونجایی که سیل اومده بود، مثلا تیم ملی قایقرانی که بچه‌هاشون رفتن کامل، تیم ملی کشتی غلام محمدی چقدر زحمت کشید، نوراللهی بیرانوند که اصلا خیلی کارا کردن، لباسی چیزی گذاشتن، خودشون کمک کردن، رفتن برای فروش گذاشتن وسایلشون رو، دمشون گرم به افتخار همه ورزشکارا که به فکر مردم و طرفدارشون هستن. به مردم رسیدگی کنید لطفا. حالا ورزشکارا که میرسن، من مسئولم خواهش میکنم که البته به شما نگاه میکنن دیگه، شما چقدر میرسید نام میرسن آفرین. و اما آقای تاج نایب رئیس IFC شد. به جای آقای کفاشیان نایب رئیس شده و ایشالله که مبارک باشه. و اما گل آندرانیک تیموریان بود به بوریرام از راه دور زد، بهترین گل تاریخ جام قهرمانان آسیا شد. خب احسان حدادی هم که طبق معمول دیسکو یه 780 هزار متر پرت کرد و شد قهرمان آسیا. عزم کدوم سخت تره؟ یک، شکایت کیروش. دو، خوندن امیرحسین صادقی. سه، تعویض لباس‌های منصوریان وسط بازی. چهار، حمله کامنتی به کایل واکر. 30922 شماره ماست. عدد گزینه مورد نظر بفرستین ببینیم چند چندیم. چند نفری؟ آقا فهمیدید دیوید بکام مریض شده؟ نه. حالش بده؟ نه. نه آره. اخبار پشت صحنه ورزش رو میخواید پشت پرده رو من باید بپرسید. یه مریضی گرفته بعد لا علاج OCD، یه چیزی بدتر از BRT، یه چیزی نزدیک به MDF. یه چیزی یه جوریه، یعنی چیه؟ مفرط، ایدئالگرایی مفرط. یعنی اینجوریه که اگه زنش اینقدر مثلا شب مهمونی چیزی دارن اینقدر پرتقال دان دستش باشه، بخواد ردش از خیابون یه پرتقال بیفته، این از زنش داره فیلم میگیره، زن رو ول میکنه پرتقال رو میگیره که چرا ویوی خیابون با پرتقال خراب شد، که زن خودش تن بیاد بشینه تو ماشین، اونم اون زنی که 4 بچه براش آورده، اینقدر زحمتش رو کشیده. دارم حالت زن شوهرم. بله دیوید بکام چطوری؟ خوش دید. میگه تکذیب میکنم من. تکذیب میکنم. چرا تکذیب میکنی؟ میگه من چیز میگه به خاطر ایدئالگرای مریضی اینا نیست، پرتقال گرونه. من چقدر در میارم؟ دارم میگم بابا من یه بازنشستم، این چه وضعیه؟ 4 بچه قد و نیم قد دارم، بزرگی میگه الان من زن میخوام. خب ده بابا اینقدر زخم به نمک دارید بکام نباشی. میگه الان اون پرتقال میمونه رو زمین تولید خیلی میکروب و خیلی اتفاقات بدی و رقم. خب حالا چیکار کنی؟ میگه که میگه آخه میگه من الان منچستر طلب دارم، طلبامو ندادم اون موقع با پوند اون موقع. میخوای چیز؟ میگه که جور کن حداقل بیام سرمربی ایران بشم. ببین دیگه بکام یه چیزی گفتیم بهت، یه روتو زیاد نکن. آفر خیلی ممنون. برید بازارت خوب باش. باشه خدا بس. این اتفاقات بعدی رو رقم دوستان عزیز من ازتون خواهش میکنم که با همسرتون بسازید و در کارهای منزل بهش کمک کنید. احیانا اگر پرتقالی افتاد وردار کمرت نمیبره که. میگه با سیلی صورتم سرخ میگم دارم. والا خوب خوش تیپی با سیلی. بکی گاهی خونه ساده یک گلی به همه دنیا میارزه مگه نه؟ گاهی وقتا توی قصرم که باشی دلت از قصه می لرزه مگه نه؟
خیلی ممنون. لحظات پایانی ویدیو چک، خدا رو شکر که شما رو نگاه کردید. دستتون درد نکنه، تکرارامون هم ببینید و در فضای مجازی ما رو دنبال کنید با این آدرس @videocheck_tv. صفحه داریم، پشت صحنه هامون رو می‌ذاریم، IGTV داریم، چنم دنبالمون کنید، دایرکت مساویس با بلاک دیگه چی؟ آه 3922 داریم که این دیگه سوال ما رو میتونید با این جواب بدید و دلگرمی حضور شما دیگه حالا چیزی هم نیستی، اینا هم نیست که پولی از آدم بخواد کم کنه، اینا همون پول پیامک امیدی نداریم هم بدم، خورد نداریم هم بدم، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم، مواظب خودتون باشید، در سال 98 هم هیچ فرقی نکرده، باباها رو ببوسید و زنده باشید.